تو برنامه قبلی داشتیم صحبت میکردیم در مورد بیولوژیکال کلات، ریتم طبیعی بدن، و دکتر هوبان برای ما شما گفتیم که 6 تا 10 سرتونین زمانی که سرتونین ترشح میشه تو آیورویدیک مدیسن، نه تو همه جای همه بر طبق آیورویدیک مدیسن به هر حال بله سرتونین ترشح میشه، ولی نه فقط توی آیورویدیک مدیسن همه جا. ولی حالا راجبی که راجبی که ما میگیم دایجستین هم ساعت 10 تا 2 یعنی هضم غذا، بله، و ساعت 2 تا 6 رسیدیم به 2 تا 6. بله. پس گفتیم بین 10 تا 2 زمانی که دستگاه گوارش خیلی خوب کار میکنه و دایجستشن و آنزیم های هضم و جذب غذا بیشتر ترشح میشن. بین ساعت 2 تا 6 زمانی هستش که شاید بد نباشه یه استراحتی بکنیم. دیدین در خیلی از کشورهای مختلف این جور ساعت ها رو میرن سیستا، بعد از اون میگرن میخوابن. بله، من تو اسپانیا بودم همه جا بسته. بله، اکثر کشورهای مدیترانه و حتی تو ایران هم من یادم، حالا نمیدونم الان چجوری، ولی بعد از ظهرم میخوابیدن. بله. اکثرا. و زمان به خاطر اینکه زمانی هستش که اون غذاهایی که حالا خوردیم ابزورب میشه، یعنی جذب بدن میشه. در ضمن یه زمان خیلی مناسبی هم هست برای یادگیری، به خاطر اینکه وقتی غذا جذب میشه به طور کلی در اون ساعت بین 2 تا 6 چون جذب بهتر هست، مطالب رو هم بهتر میتونیم جذب کنیم. جالب. برای همین مثلا برای مطالعه یا چیزایی میخواین یاد بگیرین، اگر البته خوابالو نباشین، چون خیلی در اون مدت خواب در بستگی داره که صبح چی خورده باشی. بله، دوغ خورده باشی که حتما خواب. بله، ولی اگه مثلا چیز شیرین هم صبح خورده باشی، اون موقع زمانی هستش که خیلی کریو میکنی، خیلی هوس چیزای شیرین میکنی. بله. و اون موقع خب یادگیری خیلی مناسب نخواهد بود. پس بهتره که چیز شیرین نخوریم. رد و برقم که موافقت کرد با من و ما داشتیم میگفتیم اولین باری که من در زندگیم در لس آنجلس وسط تابستون تو جولای بارون خیلی شدید و رعد و برق و خیلی هم زیبا، خیلی قشنگه. در حال پس رفتیم تا 2 تا 6. حالا جلسه بعدی اگر اجازه بدیم میریم از ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب رو صحبت میکنیم و کاور میکنیم که چه خبر. بله.